ما درود، قسمت پنجم پادکست خودشناسی ما و ما قبلا صحبت کردیم در مورد دو یا سه چیزی که پارادوکسیکال داخل بدن ما یا داخل روح و روان ما هستند و در ضمن ازی که هستند و ما بالایشان کنترل خاصی نداریم، الایی که رفتارهای از خودمون بروز بتیم که اونا فعال شوند، مثل مهربانی، مثل نفرت داشتن، دوست داشتن و تمام چیزهای شبیه اینا. شاید ما بیشتر به این فکر بکنیم که مکلف هستیم انسان قوی باشیم، مکلف هستیم انسان خاص باشیم، یا ما زاده شدیم، خاص زاده شدیم، باید کار عجیب غریب بکنیم. اما در زمانی که زندگی میکنیم، در دنیا و این برهوتی که دنیا هست، دقیقا که ما در امروزی که هستیم زندگی کردن خودش از مهمترین مبارزه ها هست، از مهمترین نبرده های هست که انسان میتونه در قبالش بره. به نظر من یک انسان کامل، یک انسان وارسته و یک انسان که حداقل خودش را شناخته باید قبول بکنه، باید قبول بکنه که دردها و رنجها، خوشیها و لذتها، آرامش و بیقراری، همگی از اینا جزء از زندگی هستند و هیچ زندگی، هیچ نفسی، هیچ آدمی در دنیا نبوده، نیست و نخواهد بود مگر اینکه باید تجربه بکنه. و قول یک از کتاب ها که دردهای ما قبل از ما بودند، رنجهای ما قبل از ما بودند و ما آمدیم تا قالب برای دردها، قالب برای رنجها و پوش برای ازی تمام انواع احساسات که در دنیا وجود داره باشیم. گاه احساسات که در مقابل ما قرار میگیره، امو عواطف مثبت، دوست داشتنی، لذت، عشق، شعف، مهربانی هست. گاهی هم قالب هایی که در پیش روی ما قرار میگیره، قالب هایی از ترس و نفرت و بدبینی و ناتوانی و تمام انواعی از دردها هست. اما ما در دنیا آمدیم که داخل از اینا یا داخل احساسات یک قالب شویم، داخل انواع احساسات و بگذرانیمشان، گاه هم درشان بانیم بر مدتی، احساسشان بکنیم. و دقیقا که زندگی همی هست، دقیقا که زندگی هیچ وقت برای هیچ نسلی از انسان آسان نبوده. شما تصور بکنین که مردهای در دنیا بودند که مجبور بودن به خاطر پیدا کردن نان خودشان به سمت برن، به دریای دل بزنن که انتهایش تا وقت برای هیچ کسی معلوم نبود. مردهایی را در زمان دور تصور بکنین که به خاطر یک نامی با امپراتوری های جنگیدن. زنهایی را تصور بکنین که حتی حق ازیره نداشتن که برای نفس کشیدن خودشان جای انتخاب بکنن، یعنی مبادله میشدن مثل یک کالا. و تا هنوز هم این کارا امکان جریان داره تا امروز. زرده ای گپایی که زدم، زنهایی را تصور بکنین که وقت که خودشان را میشناختن، تنها کاری که برای خودشان میتونستن انجام بتن ای است که دردهایشان را با درد ناتوانی تسلی بکنن. نمیفهمم که چقدر گفته های من میتونه که بر شما مفهوم ایجاد بکنه، اما من میفهمم که چی میگم. اگر که شما نمیتونین بفهمین که چی میگم، مشکل در من هست که من نمیتونم درست بیان بکنم.
اما امروز دنیا با وجودی که خیلی آسان تر شده نسبت به قبل، دنیا با وجودی که امروز خیلی ساده تر شده نسبت به قبل، ما دیگه مردایی نیستیم که جنگ را به جان بخریم و بریم به سمتش. ما دیگه مردایی نیستیم که نفهمیم که دنیا کجایش چگونه رفته میشه، و خیلی سهولت های دیگر در دنیا هست. اما هنوز انسان بر این رنج هایی که مثلا رنج دوری هست، رنج نداشتن هست، رنج نرسیدن هست، رنج از دست دادن هست، هنوز تمامی رنج ها رو میکشه. قبلا هم میکشید، هنوز هم لذت ها امو لذت های سابق هستند. شاید که میزان لذت بردن از چیزها کم شده باشه، شاید که میزان لذت بردن از چیزها هم بیشتر شده باشه، اما هنوز لذت دوست داشتن، لذت داشتن افراد، لذت داشتن مال، لذت داشتن جایگاه، هنوز همون لذت هست. پس چی میشه؟ پس چی میشه که ما من حیث یک انسان امروزی دچار ای شاید پارادوکس باشه، دچار ای پارادوکس میشیم که ما باید خوشحال باشیم، در حالی که قرار نبوده در گذشته که ما خوشحال باشیم، قرارم نیست در آینده که ما خوشحال باشیم. پس چرا ما زیاد چسبیدیم به این نقطه ای که باید امروز خوشحال باشیم؟ با وجودی که من نمیتونم تشریح بکنم که چه چیزی در ذهن ما در این رابطه در حال گذر هست، اما میخوایم بگویم که با وجود تمام دردها، با وجود تمام رنجها، با وجود تمام ناتوانیها و تواناییها که ما من حیث انسان در دنیا داریم، امروز ما عاجز شدیم از اینکه قبول بکنیم دنیا جایی هست که هم درش رنج هست، هم درش آراحتی هست، هم درش زیبایی هست، هم درش زشتی هست. اینمی پارادوکس را ما، شاید این پارادوکس نباشه، این همین مسئله را هنوز ما قبول نمیتونیم در ذهن خود ما بکنیم. البته گذشتگان ما قبول میکردن، گذشتگان ما، نسلهای قبل از ما زیاد به فکر از این نبودن که من حیث یک انسان باید خوشحال زندگی بکنن، اما ما من حیث یک انسان خیلی چسبیدیم به اینکه خوشحال باید زندگی بکنیم، در حالی که میفهمیم که تمام این احساسات، تمام این تجارب، تمام این زندگی قبل از ما شده هست. شاید نوعش، شکلش، انسانش که قالب‌هایی را تجربه کرده فرق کرده بود، اما یا فرق میکنه فعلا، اما در کل یا کلیت مسئله همی هست که قبلا هم پدر کلان ما و شما رنج دوری تحمل کرده، امروز هم رنج دوری هست. قبلا هم پدر کلان های ما و شما رنج از دست دادن را تجربه کرده، امروز هم اگر ما تجربه میکنیم رنج از دست دادن هست. قبلا هم درد، شاید هم عشق باشه، قبلا هم درد مسائل مالی بوده باشن، اما تمام اینا قبلا بودن و همگی زندگی میکردن. چه شده؟ چه شده امروز که ما دچار ازی شدیم که باید ما خوشحال باشیم؟ به نظر شخصی ما، بیش ارتباطی که بین انسان ها صورت گرفته، بیش ارتباطی که بین جامعه ما صورت گرفته و خودنمایی که در ارتباطات شکل گرفته، یعنی در شبکه های اجتماعی ما خودنمایی هایی که میبینیم و میکنیم بعضا، یعنی از خوشی های ما همیشه حوادثی که خوشی باشه یا هم خوشی را به ظاهر میسازیم و بر دیگران نشان میدیم، و چون ذهن ما از 10 میلیون گرینده ای که داره 9 میلیونش فکر میکنم مربوط چشم است، یا 11 میلیون از 10 میلیونش مربوط چشم است، یعنی بیشترین گرینده عصبی ما مربوط به چشم است، و این چشم وقتی میبینه خوشی های دیگر را فکر میکنه که دنیا یعنی مکان برای خوشحالی، در حالی که چنین هم نیست. به او خاطر ما وقتی که همو مطلوب
که میخواییم را نداشته باشیم یا مطلوب را موجود نمیتونیم، دچار مشکل میشیم، دچار تناقض ذهنی میشیم که ذهن ما به این فکر میشه که باید خوشحال باشه که چرا نیست، که چنین دلیل وجود داره. بعد از اون ما خود ما را در یک جای میافیم که نباید باشیم، در یک رنجی که نباید باشه. فکر میکنم چیزهایی را گفتم، چیزهایی را بیان کردم که شاید بار دیگه اگر خودم بشنوم برای خودم خیلی مفید باشه. اما اگر کسی هستین که شما این را میشنوین، از هر دریچه ممکن ذهن پراکنده ما هست دیگه، همین هست. اگر چند ویدیو قبلی را هم یا چند پادکست قبلی را هم گوش کردین، سپاسگزار هستم. یا هم گوش کردین، ممنون شما هستم و امیدوار هستم چیزی برسانم و کوشش میکنم.